باید ادایش بکنه هر قدر که انسان ارکان اسلامی را ادا بکنه با امو اندازه استقامت بر دین نصیبش می شود در رأسش نماز است نماز را انسان بخواند با او پابندی داشته باشد الله متعال استقامت به دین را نصیبش می کند روزه را بگیرد و صحیح بگیرد الله استقامت به دینش را نصیب می کند زکات که ماهش است او را در راه الله متعال بدهد ولو که مشکل در دلش پیدا می شود اگر چطور می تم ولی بگوید که خدایا نمیخوایم با این مال داغ کرده شود نمیخوایم پیشانی و پهلوهایم داغ شود میخوایم با واسطه از این مالم به جنت داخل شوم در راه الله بدهد الله شیرینی ایمان را نصیبش میکنه و استقامت به دین برایش آسان میشود عین شک وقتی که الله متعال برش پول داده و باید به طرف حج بیت الله برود نباید خود را فراموش بکنه این قضایای ارکان اسلامی ما شما را تقویه دین و استقامت به دین نصیب میکند ولی هرچی که وسائل است آنچی که ما را به طرف اسباب میکشاند در اصلش اخلاص در عبادت است الله متعال میفرماید و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین مأمور نشدن جامعه انسانی و مسلمانان و اینکه اخلاصانه پروردگارش را عبادت بکند این قضیه قضیه عادی نیست ما در هر عملی که میکنیم با اندازه اخلاص ما پاداش میگیریم هر قدر مخلص بیشتر بودیم پاداش ما بیشتر است و چی کاری بکنیم که مخلص شویم اول خود را به پروردگار عرضه بکنیم که خدایا نشود روزی که من حیث عالم علم ما در رویم زده شود من حیث یک پولدار پولم در روی زده شود من حیث یک انسان مقتدر قدرتم بر رویم زده شود زیرا که از عرصیش استفاده برای خدا نکردیم از عرصیش استفاده برای خیر خود و خیر مردم نکردیم بنان اعمال خود را کوچک بدانید زیرا پروردگار عظیم ما پاک است ان الله طیب لا یقبل الا طیبا الله پاک است جز عمل پاک و کردار پاک را دوست ندارد و پاکی همان اخلاص است و الله متعال اخلاص را نصیب ما شما بکند الله متعال می فرماید ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین هر آن تمام قربانی که ما می کنم ان صلاتی نماز ما و نسک قربانی ما و محیای و مماتی مرگ و زندگی ما همش برای الله متعال است معنای اخلاص امینه که کل چیز را به الله بسپاریم و الله را معبود خود بدانیم مالک خود بدانیم و ثواب دهنده اعمال خود بدانیم او بر ما پاداش میدهد عزیزان ما یک پرسان از شما میکنم واقعا فکر بکنین همین که همین خیراتایی که ما شروع کردیم و این پلوها را که ما تو میتیم این کارت ها را که ما تو تقسیم میکنیم آلی رواج شده که در هتل ها نان میتیم تا با خدا که تو را قبول کردیم خودت برای خودت میگی که ما واقعا یک عملی ما شروع کردم ما باور به دادم که خودت میگی که این کاری اویست ما اصل رواج میکنیم وقتی که رواج میکنیم پس چرا سر خود رحم نمیکنی چرا سر خود دل نمیسوزانی چرا سر پولت دل نمیسوزانی چرا او را به دست راست که میتی دست چپت باید خبر نشود در حالی که بیوه ها ما داریم یتیم ها ما داریم معیوب ما داریم فقیر ما داریم چیزی با هست که این پول را و این دارایی را و این چیزی که به نام خیرات است به نام صدقه است این را برای اهل شورا نمیدی هم آسان برد می شود هم ارزان برد می شود و هم نفست را زیر پای می کنی اگر این کار را کردی ما به این باور دارم که استقامت به دین نصیبت می شود ارگا چنین کاری را نکردی بعد از او از خود می نالی از دیگران می نالی در حالی که از خودت نمی نالی ما یک بار فکر بکنیم هر کدام ما شما خود را در محور قرار بدین آنانی که به شما کافر رایی میکنن با چی میگی که تو خود ولکه نروم چو تو میشود این شکل تو رایی میکنی برادرم کسی دیگری برای تو میگه که اگر نروم خفه نشود ور نظر روات برش ندارم هر کدام ما از خود پرسان بکنیم وقتی که تو عروس را در خانه میاری سر یک جوره کالا هم در دلت یک شکر رنجی پیدا میشد که ایره از پیشم زیاد گرفت ولی برنج را از پیشم زیاد گرفت مصارف را از پیشم زیاد گرفت بس وقتی که تو دخترت را میدی چرا این قضایا را فکر نمی کنی از دیگرها توقع میکنی که مصارف را کم بگیرد پول را کم بگیرد ولی نوبت خودت که برسد
بعد از اون قضايا را فکر نمیکنی. این دلیل بر ضعف ایمان ما و دلیل بر بی استقامتی به ارزش های ماست. پس بیایم از خود شروع بکنیم، از خود شروع بکنیم. ارگا مرده در خانه پیدا میشد، خودم عمل بدین بکنم و خیرات ها را به اهلش بسپارم. از این کارتگرایی ها و از این چیزای مفتخور بی معنا از این دوری بگیریم. ارگا عروسی خودم از دخترم میشود، خودم آماده شم که از پول دوری بگیرم، از این رواج های مبتذل دوری بگیریم تا پروردگار عظیم نصیب ما خیر را بکند و ما نمونه شویم برای مسلمان ها.